خبرهایی از انزوای جهانی رژیم آخوندی جیمز جفری سفیر پیشین آمریکا در عراق درباره سیاست مداخل رژیم در منطقه تاکید کرد رفتار رژیم ایران خطرناکتر از آن است که نادیده گرفته شود وی در مقاله‌ای در فارن پالیسی نوشت دولت ترامپ استدلال خوبی دارد که رفتار منطقه‌ای رژیم ایران سبب شده برجام دیگر مقدس و غیرقابل تغییر نباشد با در نظر گرفتن تهدید غیرعادی که این رژیم به واسطه توسعه طلبی در لبنان، سوریه، عراق، یمن و دیگر مناطق دارد، موقعیت برجام نمیتواند امری مقدس باشد. واشنگتن تایمز مقاله مقاله‌ای درباره خطر تروریستی کتایب حزب الله در عراق که آمریکا را تهدید کرده است نوشت این شبه نظامیان که توسط رژیم ایران آموزش دیدند و در سوریه و عراق می جنگند خشنترین و بیرهترین شبه نظامیان هستند یک افسر ارتش آمریکا گفت با توجه به نفوذ شرورانه رژیم ایران ما تلاش کردیم به ناتو اعتلاف وزارت خارجه سازمان ملل و کشورهای خلیج فارس درباره این خطر هشدار بدهیم این افسر آمریکایی می کرد. ما به مرحله بعد از داعش می نگریم آنچه رژیم ایران قصد انجام آن را دارد نگرانی قابل توجهی را ایجاد می کند. واشنگتن تایمز در ادامه می‌نویسد حزب الله عراق که در سال 2000 هرا... ببخشید حزب الله عراق که در سال 2007 توسط نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شده مزنون به شرکت در قتل‌های های و آدم در استان انبار است و از جمله در رو بودن بیش از هفتاد پسر بچه و مرد سنی از سینجار و قتل 49 مرد دیگر در 27 میه 2016 دست داشته است. ساندی تلگراف انگلستان گزارش داد مقامات انگلیسی نگرانند که رژیم ایران به طور مخفیانه کره شمالی را در دستیابی به تسلیحات اتمی کمک کرده است. آنها میگویند پیشرفت ناگهانی کره شمالی در توسعه تسلیحات اتمی احتمالا نتیجه حمایت پنهانی رژیم ایران است. مقامات ارشد دولت انگلستان به ساندی تلگراف گفتند این که دانشمندان کره شمالی به تنهایی به چنین پیشرفت های تکنولوژیک دست یافته باشند درست نیست. این گزارش می رژیم ایران در صدر حکومت است که مظنون به پشتیبانی از کره شمالی هستند.